فعالیت ماشین‌های خودکار یا ATM بانک‌های خصوصی در کشور از سر گرفته می‌شود. بانک مرکزی می‌گوید که پس از این بانک‌های خصوصی می‌توانند در مکان‌های مشخص ماشین‌های خودکارشان را فعال کنند. مسئولان این بانک می‌گویند که آنان در تلاشند تا سیستم بانکی را در کشور به حالت عادی برگردانند. آگاهان هم به این باورند که ایجاد سهولت برای شهروندان سبب خواهد شد تا چرخ اقتصاد کشور دوباره فعال شود. نوید صمدی. با روی کار آمدن امارت اسلامی سیستم بانکداری در کشور نیز آسیب پذیر شده است، چنان که بسیاری از بانک‌های خصوصی کشور فعالیت‌هایشان را محدود و سیستم خودپرداختشان را غیر فعال کردند. حالا بانک مرکزی از فعال شدن دوباره این ماشین‌ها خبر می‌دهد. بانک مرکزی می‌گوید که پس از این بانک‌های خصوصی می‌توانند در مکان‌های مشخص ماشین‌های خودکار یا ATMشان را برای بکارگیری به شهروندان فعال نمایند. تعقیب جلسات متعدد با اتحادیه بانک‌ها و بانک‌های تجارتی کشور، اینک متحد المال را برای بانک‌های تجارتی صادر نموده که بر اساس آن بانک‌های تجارتی کشور زمینه کارگیری از ماشین‌های اتومات صرافی یا ATM را در موقعیت‌های مشخص برای مشتریانشان فراهم می‌نماید. آگاهان هم به این باورند که ایجاد سهولت به شهروندان سبب ایجاد بازار و به گردش در آمدن چرخ اقتصادی در کشور خواهد شد. هر قدر که نظام بانکی افغانستان محدودیت ها را در قسمت برداشت سپرده های مردم رفع میکنه و این محدودیت ها کاهش پیدا میکنه، به مو اندازه بازار در افغانستان رونق میگیره. با رونق گرفتن بازار فعالیت های اقتصادی اثر گرفته میشه و به هر اندازه که سهولت ها و خدمات بیشتر به مردم عرضه شود از طرف نهادهای مالی کشور، به مو پیمانه مردم بیشتر بالای نهادها اعتبار خواهد کرد. شهروندان هم خواستار عملی شدن این اقدام به گونه فوری هستند. مثلا ناوقت شب باشه، مریض داشته باشند یا هر مشکل جدی پیش میشه و اینا به پول ضرورت پیدا میکنن، میتونن راحت بین از ماشین ATM بگیرن و در ضمن ازی دیگه مردم ضرورت نیست که برن قطار به صورت بسات چون از خود دفتر بانک پیسه بگیرن. و این یک اقدام خیلی نیک است، هم به مردم هم به خود بانک ها، که سهولت ای برشون فراهم میشود که کارشون به سرعت پیش برن و مردم هم میتواند که توسط ماشین های ATM همین مشکل روزانه خود را حل بسازند و پول نقد اگر ضرورت داشته باشند از طریق ماشین ATM دریافت کنند. مسئولان بانک مرکزی میگویند که آنان در تلاشند تا سیستم بانکداری در کشور را به گونه عادی برگردانند و فعالیت هایشان در این راستا ادامه دارد.